سلام، به یکی دیگه از سری ویدیوهای کارگاه خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام توسط زبان پایتون بازی سنگ کاغذ قیچی رو با هم دیگه انجامش بدیم که دقیقاً عین همین بازی رو توسط زبان سی شارپ هم نوشتم که لینکش بالا هست و میتونید ازش استفاده کنید. بریم انجامش بدیم. خب اولین کاری که میکنم رندوم رو توی صفحه ایمپورت میکنم. اولین چیزی که میخوام یه دونه متغیر میخوام به اسم یوزر وین که برابر صفر باشه و یه دونه کمپیوتر وین که اون هم برابر صفر هست که قراره تعداد ورد ها رو توی این ذخیره کنه. اینجا هم یه دونه اری لیست تعریف میکنم به اسم آپشنز که برابر قرارش میدم با آر که مخفف سنگ هست، راک، پی مخفف پیپر کاغذ و اس مخفف سیزرز که میشه قیچی. حالا یه دونه حلقه بی نهایت براش تعریف میکنم، میگم وایل ترو و توی حلقه اولین کاری که میکنم یک مقدار رو از کاربر دریافت میکنم. پس یک متغیر تعریف میکنم به اسم یوزر اینپوت که برابر قرارش میدم با اینپوت، یه متنم توش مینویسم تایپ آر پی S or Q to quit. چیزی که از کاربر دریافت کردم رو هم برابر لور قرارش میدم که چه آر بزرگ باشه چه آر کوچیک هر دوتاش رو بتونم ازش استفاده کنم. خب اینجا توضیح دادم که R, P یا S رو وارد کن وگر نه Q رو وارد کن که از برنامه خارج بشی. خب حالا میام توی خط بعدی چک میکنیم که یوزر اینپوتمون اگر که برابر کیو بود از حلقه خارج شد. حالا میگم که if user inputم not in options بود حلقه رو ادامه بده. خب این یعنی چی؟ اینجا دارم چک میکنم که مقداری که کاربر وارد کرده حتما باید توی options باشه. options رو بالا تعریف کردیم، گفتیم یا R یا P یا S باشه. اگر غیر از اون بود حلقه ادامه پیدا میکنه و منتظر میشه که یکی از این سه تا کاراکتر وارد بشه. خب حالا میایم اینجا یه متغیر تعریف میکنیم به اسم random number که برابر قرارش میدم با random.randint کن و مقادیر 0 تا 2 رو به من بده. حالا یه متغیر دیگه تعریف میکنیم به اسم computer pick، اون مقداری که کامپیوتر به صورت رندوم انتخاب کرده و قراره اونو داشته باشه، میگم که برابر باشه با options و مقدار رندوم نامبر رو داخل اون قرار میدم. خب اینجا کاری که کردم یک متغیر تعریف کردم که به صورت رندوم مقادیر 0، 1 و 2 رو داخل خودش داره و مدلش رو توی متغیر کامپیوتر پیک قرار میدم. خب حالا دیگه کار تقریبا تمومه، فقط اینجا باید شرطهای مختلف رو چک کنم. باید بگم که مثلا به عنوان مثال if user input اگر که برابر با سنگ بود و کامپیوتر پیک برابر قیچی بود پس کاربر برنده شده. اینجا میام میگم که print کن you won، تو برنده شدی و متغیر user win رو یه دونه بهش اضافه کن. حالا این شرط رو برای حالتهای دیگه هم باید اضافه کنم که به این صورت میشه. از روی این یه دونه کپی میگیرم، میگم or این باشه که میشه حالت کاغذ و سنگ or حالت قیچی و کاغذ اگر بود کاربر برنده شده. و کافی از روی همین یه کپی بگیرم و اینجا بگم که کمپیوتر وان و اینجا رو هم بگم متغیر کمپیوتر وین رو یه دونه بهش اضافه کن و کاری که باید انجام بدم جای یوزر اینپوت و کمپیوتر پیک رو عوض کنم. اینو از اینجا کپی میکنم میذارم اینجا، اینجا و اینجا. حالا یوزر اینپوت رو کپی میکنم میذارم اینجا، اینجا و در نهایت اینجا که دقیقا برعکس حالت بالا میشه. اینجا یه دونه else هم اضافه کنیم و حالت سومی هم وجود داره و اون هم اینه که میگم else user input برابر بود با computer pick، اینجا else if و اینجا نباید بنویسیم ولی میگیم else if، این هم به همین صورت بگیم else if. حالا اینجا میگم که
مقدار both are the same. تایپ کن که مقادیر با هم دیگه برابرن و کارو ادامه بده و در نهایت نتیجه رو پرینت کن. میگم پرینت کن you و مقدار user win و همین مقدار رو برای کمپیوتر که میشه مقدار کمپیوتر وین رو بهش بده و کار تمومه. فقط کافیه که این رو من اجرا کنم. خب حالا بریم تستش کنیم. میایم وارد ترمینال میشیم و ترمینال رو پاکش میکنیم، میگیم پایتون و اسم فایلمون رو بهش میدیم. خب اینجا تایپ کرد که یکی از این سه تا مقادیر رو وارد کن. اولین کاری که انجام بدم کیو رو میزنم که کامل از برنامه خارج میشه و دوباره برنامه رو اجرا میکنم. خب این دفعه من آر رو انتخاب میکنم، یک کامپیوتر برنده شد. منتظره که دوباره مقادیر وارد کنم، دوباره آر، دوباره کامپیوتر. این دفعه میگه با هم برابرین، دوباره با هم برابر. این دفعه من برنده شدم، این دفعه اس رو وارد میکنم، این دفعه پی رو وارد میکنم و در نهایت کیو رو که وارد میکنم نتیجه رو اینجا به من میده که من یه بار برنده شدم و کامپیوتر سه بار. دقیقاً این همین بازی رو با زبان سی شارپ هم نوشتم که میتونین دو تا زبان رو با هم دیگه مقایسه کنین و بتونین شباهت ها و تفاوت هاشو درک کنین. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون توی کامنت ها هستم. این ویدیویی که بهتون پیشنهاد میکنم مربوط به همین کاناله و همین ویدیو. اگه دوست داشتین اونا رو هم تماشا کنین.